علویان که از اوایل خلافت بنی عباس مورد آزار و اذیت و شکنجه بودند به نقاط امن ایران به ویژه به مناطق کوهستانی دیلمان و گیلان مهاجرت می کردند. مهاجرت سادات علوی به نقاط امن دیلمان و تبرستان علتهای مختلفی داشت. از جمله در این مناطق به جهت موقعیت جغرافیایی خاص وقوع جنگ و لشکرکشی از سوی حاکمان ظالم امکان پذیر نبود. و از طرفی مردم این مناطق در انتخاب دین و مذهب تا حدودی آزادی داشتند از سوی دیگر مردم دیلمان خصوصا سرداران دیلمی که عباسیان را دشمن می داشتند با پناه دادن سادات علوی آنان را تحت حمایت خیش قرار می دادند و وسایل زندگی و معیشت آنان را فراهم می ساختند. و از سوی سادات جلیل القدر و امامزادگان تحت تأثیر تعالیم اسلام علوی قرار می گرفتند. وجود زیارتگاه های متعدد در گیلان دومین استان پرجمعیت شمال ایران نشان می دهد که این سرزمین همواره مورد توجه امامزادگان و سادات علوی بوده است و مردم گیلانیز آنها را حمایت و پشتیبانی میکردند. امروز نیز حرم‌های ایشان مورد احترام و زیارتگاه مردم این سامان و عموم زائران است بقعه دوازده تن در ملات چهار کیلومتری جنوب لنگرود یکی از مکانهای مقدس است که زائران بسیاری با حضور در این مزجع شریف حاجات خود را از خدای متعال می گیرن. این بقعه مدفن دوازده تن از سادات کیایی است این سادات به خاطر اینکه وطن آنها ملات بوده به سادات ملاتی نیز معروف هستند مجموع افرادی که در این بقعه مدفون هستند به دوازده نفر می رسد و به همین مناسبت این آرامگاه را بقعه دوازده تن می نامند. بنای حرم مربع با زلهای 11 متری و با ایوانهایی در اطراف است که در حاشیه این ایوانها ستونهای چوبی قرار دارد و نقوش مذهبی دیوارهای آن از بهترین نمونه های نگارهای دیواری شرق گیلان است بام بنا سفال پوش و مقابل داخلی به شکلی ساده در کنار هم قرار دارند این بقعه در دوره قاجاریه و معاصر مرمت شده است طبق شجره نامه‌ای که در بقعه موجود است از این دوازده مقبره دو قبر متعلق به فرزندان امام سجاد علیه السلام و ده قبر دیگر متعلق به فرزندان امام محمد باقر علیه السلام است خانم افشار خبرنگار افتخاری اخبار شیعه از ایران ویدیویی از بقعه دوازده تن برای ما ارسال کرده که با هم بینیم. با سلام عرض ادب خدمت همراهان گرامی شبکه آقای ماموزدان علیه السلام اینجا زیارتگاه دوازده امامزاده هست در استاد گیلان شهر زیبای لیلاکو در داخل این زیارتگاه دوازده امامزاده واقع شده از نمادگان. آقا امام محمد باقر علیه السلام و آقا زینابدین علیه السلام و اسامیشون در تابلو نوشته شده